اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در جواب سؤال عزیزی که پرسیده بودند آیا می توانیم اولیای الله را صدا بزنیم با استناد به چند آیه از قرآن کریم سعی می کنم جواب شما را بدهم الله سبحانه و تعالی در جای جای قرآن این موضوع را به روشنی بیان فرموده در آیه 197 سوره مبارکه اعراف میفرمایند آنهایی را که به غیر الله صدا میزنید نمیتوانند شما را یاری کنند و نمیتوانند به خودشان کمک کنند و در سوره مبارکه حج آیه 73 میفرمایند آنهایی را که به غیر الله صدا میزنید قادر به خلق کردن مگسی هم نیستند حتی اگر برای این کار همه با هم جمع شوند و در سوره مبارکه بود آیه 17 میفرمایند کسانی را که به غیر الله عبادت می کنید نمی توانند به شما روزی بدهند پس تنها از الله روزی طلب کنید شاید این شبه در شما به وجود بیاید که خطاب این آیات به جمادات است مانند سنگ و چوب و درختان و حیوانات البته که اینها هم در این موضوع داخل هستند اما اصل خطاب به بندگانی است که اولیا قرار داده شده و مانند الله صدا زده می شود. و الله تعالی به چه زیبایی این شبه را نیز قاطعانه جواب داده است در آیه 194 سوره مبارکه اعراف می فرماید آنهایی را که به غیر الله صدا میزنید بندگانی مثل خود شما هستند و برای رد ادعای آنهایی که میگویند ما اینها را واسطه قرار میدهیم الله سبحانه و تعالی در سوره مبارک زمر آیه سه میفرماید خواهید گفت اینها را صدا میزنیم تا ما را به تو نزدیک گرداند در این اختلافتان با هم در قیامت حکم خواهم کرد در این اختلافتان با حق در قیامت حکم خواهم کرد